ممنونم که برنامه ما رو دارین میبینین. دیگه گفتیم شب عیده و دعوت کنیم از یه ورزشکار درجه یک و دوست داشتنی که قهرمان فوتبال هم شدن و البته خب پرسپولیسی هم هستن. حسین جا خیلی خوش آمدین. خوبی؟ بخوای ماسکو یه لحظه برداریم باورشون بشه که حسین کنعانی زادگان خیلی به افتخارش. قربونش. به به. ما دیگه اینو بزنیم دیگه. آره. حالا پروتکل اینه که باید ماسکو بزنیم. خیلی خوش آمدید. قربونم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم. قربون شما برم. از کرونا چه خبر؟ والا حالا وضعیت که زیاد جالب نیست، ولی خب باز خدا رو شکر توی شده که حالا فوتبال، حالا کارهایی که حالا تو اجتماع از خدا رو شکر اوکی شده که حالا باز شده. مثلا حالا اونای خوب میدین، خب وضعیت اقتصادی کشور زیاد جالب نیست، خب با این وضعیتی که پیش اومده حالا بد و بدتر شده، ولی خب خدا رو شکر که حالا بیشتر جاها باز شدن، مردم میتونن حالا اون خرج روزمره خودشون رو در بیارن. خب یعنی شما نگاهت اینه که بالاخره تو این شرایط اقتصادی که دشواری هایی وجود دارد بشه مردم سر کارشون باشن بهتر، البته باید خیلی رعایت کنن. تو فوتبال یه خورده آسیب زد ها، وریا و بچهای استقلال و خب آره خیلی از فوتبالیست ها، حتی ما بازیکن ها جوونمون هم فکر کنم یکیشون آریا برزکر خب به این بیماری مبتلا شد، ولی خب حتی حالا کارگردان ها که من در ارتباط هستم، من مثل آقای منوچهر هادی، حالا هم فوتبالی های خودمون مثل وریا غفوری، محمد دانشگاه که باشون هم صحبت کردم که خدا رو شکر مشکلشون حل شده، تونستن دوباره بیان تو مستطیل سبز و با هم دیگه دوباره بازی کنیم. خب شکر خدا. فقط یه مسئله ای بود، میگفتن اگه فوتبالیستا بگیرن دیگه نمیتونن بازی کنن. یه نقل آقای حسینی درست میگم؟ دروازه‌بان استقلال. نه چنین چیزی نبود. خب بچه های استقلال اتفاقا تا اونجایی که میدونم فکر کنم یه 7-8 تاشون گرفتن که بعد یه هفته دو هفته اومدن روبرو ترکتور هم بازی کردن، هیچ مشکلی نبود. انشاءالله سلامتی باشه برای همه ورزشکارامون، برای استقلالیا، برای پرسپولیسیا، برای تراکتوریا، برای سپاهانیا، برای دیگه کجا بگم، همه تیما، نفت آبادان، پارس جمع، همه تیمای خوب. شما نوجوانیتون رو در پرتغال گذروندین دیگه؟ بله، من خب حقیقتش اولین تیمی که تو لیگ برتر انتخاب کردم و از خوزستان بنده امام خمینی که شهر خودمه، بچه سربندر. توی فاصله به من میگفت سربندر جمعیت شاید 100,000 نفر رشه، 80,000 نفر، ولی همشون درجه یک و خونگر و از اون شرایط بالاخره با کمبودهایی که وجود داره شما امروز اینجایی و ما باعث افتخار تو تیم ملی همه جا واقعا. خب بگو شروع دستگی. من والا اولین تیمی که تو لیگ برتر انتخاب کردم که اومدم پرسپولیس، خب اون موقع واقعا افتخار بزرگی واسه من که کنار علی آقا کریمی و مهدی مهدویکی ها، کریم باقری، وعید هاشمیان، اینقدر بازیکن های بزرگ بودن که روز اول رفته بودم اونجا دست و پا میلرزید نزدیک میدیدمشون. خب بزرگای فوتبال ما هستن و اسطوره های فوتبال ملیمون هستن و اینکه بعد اون قضیه که حالا یک سال بعدش هفته جلو، خب به من کمتر بازی میرسید بخاطر سن کمی که داشتم، خب همپوسی ها منم خب با تجربه بودن. اون موقع کی بازی میکرد؟ اون موقع آقای شیخ رضایی و آقای محمد نوستی و که حالا آقای سید جلال حسینی، آقای بنگر اومده بودن. خب شرایط یکم سخت بود، منم جوون بودم، بچه بودم، اون موقع تیم ملی نوجوانان بودم که خدا رو شکر با صحبتایی که شد یه تیم پرتغالی منو میخواست که به صورت قرضی منو دادم پرتغال و یک سال اونجا بودم. تجربه واقعا خیلی خوبی بود، درسته زبان انگلیسیم زیاد خوب نبود ولی اونجا مترجم داشتیم و اینکه تو سن کم لژیونر شدم رفتم اونجا واسم
تجربه خیلی خوب بود که حالا تونستم به تیم ملی هم دعوت بشم چون آقای کیوش یه نگاه ویژه‌ای به لژیونرها داشت. بله آقای کی، یعنی کلا شما که مربی خارجی دوستت دارن حالا راجبش صحبت میکنیم، ولی اگر ما با پرتغال بازی کنیم در تیم ملی شما هم بازی کنی، آقا جواد خیابانی میتونه بگه که حسین پرتغالی بره. حسین پرتغالی بره. در حد همون سلام و خدافظی و اینا صبح بخیرش بلد. سعیدم بیشتر از این بلد نیست. خودش که میگه اصلا کلا هیچی بلد نیستم، ولی حسین پس پرتغالی هم بلده. چرا مربی خارجی اینقدر دوستت دارن؟ خب حالا سبک بازی من، خب شاید انتقادم زیاد بهشون شده به خاطر انتخابت. آره درسته، من چون بعد اینکه آقای کیوش منو دعوت کرد، من متاسفانه رباط صلیبی پاره کردم. بعدش اینکه بعد 4 ماه 5 ماه که پام بهتر شد، چون زیر نظر خودشون تعمیم میکردم. حالا نمیخوام بگم که مربیای ایرانی بدن و اینا همشون عالی هستن، خیلی خب وقتی من رباط صلیبی پاره کردم خیلی برگشتم به من روحیه دادن همین مربیا، و اینکه دعوت کردن من بعد 4 ماه 5 ماه به خاطر این بود، به من گفت دعوتت میکنم به خاطر اینکه دوباره دیده بشی، بری داخل یه تیمی بازی کنی، دوباره برگردی بیای تیم ملی اگه خوب کار کردی. یعنی میخوام بگم خیلی ارزش قائلم واسه بازیکنی که حالا مصوم میشه از دستش میدن، ولی خب واقعا 4 ماه زیر نظر خودشون تمرین کردم با مربی اختصاصی که کنارم گذاشته بود آقای کیوش. یعنی این داره میگم که فراموشم نکرد، و اینکه بعد 4 ماه دعوتم کرد، خب گفت فقط میخواستم دیده بشی، دو تا تیم ببینن، دعوتت کنم، انتخابت کنم بری تو تیمی. حالا که اصال من ماشین سازی زیر نظر آقای فیروز کریمی کار کردم که خیلی لطف دارم به بنده، خب خدا رو شکر منم اینقدر خوب کار کردم اصال تو ماشین سازی که توسط آقای کیوش دوباره دعوت شدم. ولی خب بگم متاسفانه، بگم چی، که بازی جام جهانی که نزدیک شد دوباره مشکل زانوم حاد شد و دوباره رباط صلیبی پاره کردم توی یه ضربه که تو تمرینات خوردم. بدشانسی آره. میاری هی آره دیگه، جام جهانی از دست دادیم. ولی خب الان اوضاع پا چطوره؟ خب خدا شکر الان 2 ساله با هم به صورت فیکس، هم تو تیم ملی هم تو باشگاهی دارم بازی میکنم، شرایطم خدا شکر خیلی خوبه، و اینکه قهرمانی هم تبریک میگم به همه پرسپولیسی. میخوام ببینم که چند سالت واقعی بدون واقعی واقعی دیگه. من 3/1/73 26 سالم. 3/1/73 بله مطمئنی دیگه. آره دیگه الان ما خوزستانی ها درسته یکم صورتمون یه جور نشون میده، آخه اونجا یقدر آفتابش بعد پیر میکنه آدم از نه عزیزی شما نه، اینو به خاطر این میگم که بالاخره متاسفانه توی دوره در بله. کشورمون این فضا بود و سقر سن و شناسنامه های اینچنینی، ولی شکر خدا جمع شده. این باعث میشه که استعداد به جوانترا هی، یعنی استعداد جوانترا بیشتر دیده بشه ده. فرصت به جوانترا برسه، چون اونجوری مثلا یه عزیز ممکنه در ادوار مختلف و نوجوانان تا بزرگسالان آره بازی میکنه، این شرایط وجود داشت. خب الان امسال که قهرمان شدین، ما یه مسئله اصلی داریم در مورد تیم‌های ایرانی، فکر می‌کنم همه‌شون گریبانگیرشون هستن، اونم آسیاست. یعنی ما هممون دوست داریم که قهرمانی آسیا رو داشته باشیم. استقلال 2 دوره داره، پاس 1 دوره داره دیگه. محمد راهنمایی کن. همین یعنی ما یه بار پاس فیروز کریمی قهرمان شده، دوبارم استقلال قهرمان آسیا شده. خب اون زمانم که حالا این قهرمانی ها خب میدونین چی جور بوده، حالا به صورت مجتمع بوده، و اینکه حالا 4 تا تیم این الان میره وارد کوری خونی میشه. نه بس کوری خونی الان به من بگو آسیا رو بخواد پرسپولیس چی کار کنه. قربون همه پرسپولیسی ها، شوخی دارم میکنم. خب حقیقتش الان بازی ها که از 23 شروع میشه، 22 یا 23 توی مجتمع بازی ها میشه، یعنی اینکه مثل کمپه، و اینکه هر سه روز یه بازی برگزار میشه، فکر کنم تا فینال بازی انجام میشه به خاطر وضعیتی که به وجود اومده، وضعیت کرونایی که هست.
و اینکه خیلی فشاره، یعنی اینکه ما امروز که بازی کنیم فردا شیکاوری میکنیم، پس ازش تمرین میکنیم، بعدش باید بازی کنیم. خب ما تو لیگ خودمون هر 5 روز 6 روز یه بازی میکنیم، ولی هر 3 روز 3 روز بازی کنیم، خب درصد حالا مصونیت و حالا فشاری که تو اروپا البته این شکلی تو اروپا مثلا لیگ انگلیس و اینا، بخاطر همینه که بهترین لیگ جهانه الهازه. خب این خیلی برمیگرده به حالا حرفه‌ای زندگی کردن و حالا بعضیا میگن تغذیه، بعضیا میگن خواب خوب، اونا همش برمیگرده به ریکاوری خوبی که بعد بازی انجام میدی. خب ما هم قول میدیم به پرسپولیسیا، یعنی به هوادارامون که همیشه پشتمون بودن، حامیمون بودن. خب چون دیگه تو آسیا پرسپولیس استقلال همه ما ایرانی هستیم و همه پشت همیم و با تیمای دیگه بازی میکنیم و اینکه ایشالا بتونیم بهترین عملکردمون رو داشته باشیم. ما 4 تا بازی دیگه داریم، الان 2 امتیاز رو گرفتیم، 4 تا بازی دیگه داریم، ایشالا فکر کنم یه برد و یه مساوی بیاییم از گروهمون صعود میکنیم ایشالله. واقعا جمله‌ای که گفتید دقیق، همه تیما در آسیا، هر تیمی که از ایرانه تیم ملی ایرانه دیگه، همه همون دوست داریم ببره. صد دست. من بازی های آسیایی اون زمانی که میتونستیم بیاییم استادیوم، یادش بخیر، بازی های آسیایی استقلال که میومدم میدیدم، بازی های آسیایی پرسپولیس هم میدیدم، بازی های آسیه زوباهن هم میرفتم میدیدم، یعنی دوست داشتم که واقعا فرقی نمیکنه خود آره ببینم، کیف کنم. بازی آسیه سپاهان هم دیدم، یعنی بله. رفتم اصفهان استادیوم تو سپاهان دیدم و کیف کردم. تراکتور هم درست میگم، تراکتور یه بار رفتم تبریز، تراکتور هم درسته. پس بازی آسیه تراکتور هم دیدم، یعنی بله. کلی لذت میبره آدم درست. که بازی هموطنانش رو میبینه و واقعا هم فرقی درست. حالا این کوری هم که میخونیم خود دیگه چون به خاطر استقلال پرسپولیس این قشنگی فوتبال و حالا، ولی خب داخل کشور دیگه تیم با چی تو استقلال کوری داری؟ به خدا همه دوستامونن تو تیم ملی هم همش ما همین، ولی خب با شخص خاص اونجا کوری ندارم و اینا، همه دوستامونن. نه حالا بالاخره خب عمدتا مدافعا با فورواردا یه کوری دارن دیگه. حالا من کیه بگم؟ من بگم ارسلان مطهری که دوست خودمه و اینکه تیم ملی جوانان امیده با همدیگه بودیم و اینکه خیلی پسر گلیه، خیلی بچه خوبیه. آره درسته به پرسپولیس گل زده ولی پسر ارسلان خیلی فوتبالیست، هم قویه هم بازیکن خیلی خوبیه و اینکه اخلاقی هم خیلی با هم بهسر میزنی براش کوری میخونی؟ آره دیگه مثلا با هم میزنیم میگم امروز که باختیم فلان شد، چون پرسپولیس خب یکم اختلاف امتیازش هفته بود بالا و خاطر همین حالا وقتش بود یه کوری کوچیکی بین هم دیگه بخونم، اونم به خاطر حالا جذابیت فوتبال. حالا تو برنامه ای چیزی هم که میگیم واسه اینکه حالا این کلکله قشنگه، ولی وگرنه هیچ منظوری نداریم. من تو برنامه ای فوتبالیستی بیاد راجع بیرانوند ازش سوال نپرسم میمیرم. علی رضا ماشاءالله. با علی رضا چی کار میکنید؟ علی رضا که رفتش دیگه، خب خدا رو شکر کارش درست شد، یکم مشکل هی سفره میرفت یکم مشکل این ویزای بود، حالا میگفتن ویزای کاری یا با میگفتن یا با میگفتن دانشجویی، ماشاءالله همه جا هست. ولی این که موند بالاخره میتونست از این فصل بره، این که موند برای تیمش خیلی ارزش این وضعیت این کرونا باعث شد که علیرضا حالا توی 5-6 تا بازی آخر لیگ نباشه، ولی خب واقعا علیرضا فوتبالیست خیلی بزرگیه و اینکه ما همیشه واسش احترام قائلیم و هیچی از ارزشاش کم نمیشه، همیشه کنار تیم پرسپولیس هست و خواهد بود و اینکه خیلی خوشحالیم که به اروپا رفته، ایشالا موفق باشه، ایشالا تو تیم ملی هم دوباره هم دیگر رو میبینیم. کالدرون و یحیی، بله اول به ما بگو که نظرت راجب کالدرون چیه، یه مشکلی هم بالاخره امیدوارم که حل بشه دیگه، مشکلاتی بله. که خب مربی خارجی ها مشکل برامون درست میکنن. درسته. خب آقای کالدون واقعا مربی خیلی خوبی بود، خب بازیکن تیم ملی آرژانتین. چون الان داری ازش تعریف میکنی؟ نه من خب الان موقع آقای ایام فیکسم خب فرق نمیکنه الان. آخه اون دوره خیلی حاشیه‌های زیادی داشتی دیگه، شما نه ها، اینکه سید جلال خب الان من بهتون میگم و اینا. خب حقیقتش آقای کالدون بعد اینکه اومدش پرسپولیس اومد یه تیمی تحویل گرفت که قهرمان شده بود، سه دوره که
صدای قهرمان شد. خیلی سخت بود. خب همه انتظار داشتن آقای کالدوم هم چون آقای برانکو اینقدر خوب کار کرده بود، همه انتظار داشتن از آقای کالدوم. و اینکه آقای کالدوم اومد یه سبک دیگه به وارد تیم کرد تا او سب جا می افتاد و اینکه خیلی اعتقاد داشت که مثلا هر سه تا بازی، هر دو تا بازی تغییر به وجود بیاره تو تیم. مثلا من یک بار با سید جلال باشم آقا سید، یه بار من با شجاع باشم، یا شجاع با آقا سید باشه. خب یکم سخت بود واسه بازیکن ها که اینقدر تغییر به وجود بیاد. درسته نتیجه ها بعدی هم نگرفت، نتیجه خوبی گرفت، ولی خب شاید فوتبال زیاد جالبی بازی نمی کرد، ولی خب نتیجه گرا بود. و اینکه دستشون درد نکنه، خیلی کمک تیم کردن، ولی خب ایشالله این مشکلی که به وجود اومده الان رفتن تو کار شکایت و اینا، ایشالله که او حل بشه و واسه باشگاه پرسپولیس هیچ مشکلی به وجود نیاد. ایشالله. آقای یحیا، که من حقیقتش با آقای یحیا از زمان علی آقا کریمی که بازی میکردن یه دوره سرمربی تیم ملیش، سرمربی پرسپولیس شده بودن. ماله. زمان آقای جوزه بود که کمک آقای جوزه بود که بعد نیم فصل دوم آقای یحیا شدن سرمربی. شناخت خیلی خوبی هم به من داشتم و من آقای یحیا خوب میشناختم. و اینکه هیچ واقعا مربی خیلی، یعنی در حدی بود که واسه تیم ملی هم انتخاب شد اینا، ولی خب قبول نکردن. و اینکه به پرسپولیس اومدن و خدا رو شکر تو این نتیجه هایی هم که گرفته، خیلی همه دیدن که واقعا نزدیک 90% بازی های برد و مساوی فکر کنم دو تا داشتیم. و اینکه خب این نشون میده آقای یحیا چقدر زحمت کشیده از اون موقع. و اینکه من خودم شخصا چون زمانی که پرسپولیس بود شناخت کافی داشتم، هفتهش زبان نتایج خیلی خوبی گرفت با زبان، بعدش هفتهش پدیده نتایج خوبی گرفت آسیایی هفتهش با پدیده. و اینکه واقعا الانم خیلی چیزا دارم ازشون یاد میگم خودم شخصا. و اینکه اینقدر همدلی تو تیم به وجود آورده و لحاظ بار فنی اینقدر تیمو به بالا کشونده که واقعا خیلی حرفا واسه گفتن داریم تو آسیا و ادامه. یه آخرین سوالم بپرسم، یه خبرهایی رسیده از اینکه سید جلال مربی بازیکن قراره بشه و اینها، شما در جریانش هستی؟ من والا چنین چیزی نشنیدم، دیدم حالا حسان و جایی زدم، ولی اصلا چنین چیزی نیست. آقا سید واقعا به اندازه یه بازیکن 20 ساله تو زمین می جنگه. ماشاءالله، واقعا ماشاءالله. ما تخته اینجا، من واقعا دارم لذت میبرم و اینکه کنارش بازی میکنم خیلی چیزا یاد میگیرم. و اینکه همیشه میام باهاش صحبت میکنم، از تجربیاتش استفاده میکنم، چون هم بازی ملی، بازی ملی خیلی زیادی داره. و اینکه تو تیم ملی هم من خودم کنارش بودم و اینا. و اینکه پرسپولیس هم الان اومدم، واقعا خیلی چیزا دارم از کنارش یاد میگیرم. و ما که دوست نداریم آقا سید خدافظی کنه، چون واقعا بزرگیش حس میشه تو تیم. و اینکه شاید عامل این قهرمانی ها یکیش آقا سید باشه که همیشه تیم تونسته جمع کنه. همه بازیکن ها ویژه سید جلال که انقدر دوست داشتنیه. خیلی متشکرم حسین جان، خوشحال شدم دیدمت. واقعا از اینکه بچه سربندری یا از اون خطه الان اینجایی باعث افتخاره. این نشون میده که آدما با تلاش میتونن به هر جایی برسن. درست. دم شما گرم. اگه نکته حرفی، این دوربین 4 در اختیار شما. اولا اینکه از برنامه خوبتون آید تشکر میکنم که منو دعوت کردیم. و اینکه ایشالله بیمای هر چی زودتر تمام بشه و مردم بتونن خیلی راحت زندگیشون رو کنن، کنار خانواده ها باشن. و اینکه این چهارمین قهرمانی هم تقدیم شما هواداره پرسپولیس. عزیز دلی، قربون شما برم.